سومین روز بهمن ماه برابر با 23 ژانویه، سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، تعیین شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط پارلمان این کشور. پارلمان اسرائیل موسوم به کنست شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت این کشور اعلام کرد. این تصمیم پارلمان اسرائیل خشم اعراب و مسلمانان را برانگیخت. با وجود این تلاش‌های اسرائیل به منظور جلب رضایت سایر کشورها برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت این رژیم و انتقال سفارتخانه‌های آنها به این شهر به جایی نرسید و تاکنون تل‌آویو به عنوان پایتخت اسرائیل شناخته می‌شود. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، صدور نامه روحانیون ایران خطاب به کمیسیون حقوق بشر. دو هفته پس از اعتراضات خیابانی در شهر قم، جمعی از روحانیون نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کردند و از اوضاع حاکم بر کشور به شدت انتقاد نمودند و در پایان نامه خود خواسته های خود را در 14 بند بیان کردند. از جمله این خواسته ها بازگشت سریع آیت الله خمینی، آزادی دانشجویانی که در جریان های مختلف تهران و شهرستان ها دستگیر شدند، آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت کلیه تبعید شدگان و آزادی اجتماعات و بیان و رفع ممنوعیت از منبر مساجد و وعظ روحانیون بود. اما همین روحانیون پس از رسیدن به قدرت تصمیمات کمیسیون حقوق بشر را در طی 35 سال اخیر زیر پا گذاشتند و حاضر نشدند به نماینده ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را بدهند و هر سال حکومت روحانیون در رأس لیست نظام‌هایی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد قرار می‌گیرد. سال 1380 خورشیدی برابر با 2002 میلادی، در گذشت پیر بوردیو، جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی که در دنگین که شهر کوچکی در جنوب شرقی فرانسه است به دنیا آمد. پدر او یک کارمند دولتی بود و محل زندگی آنها ناحیه روستایی و نزدیک به دهات بود. بوردیو بنابر گفته خودش با اینکه با درجه عالی در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد، برای اعتراض به ماهیت خشک، بیروح و اقتدار طلبانه آموزش هایی که ارائه می شد از نوشتن رساله امتناع کرد. وی سپس به خدمت نظام فراخوانده شد و 2 سال در الجزایر در خدمت ارتش فرانسه بود. بوردیو بعدها کتاب جامعه شناسی الجزایر را به چاپ رسانید و 2 سال نیز در دانشگاه الجزایر به تدریس پرداخت. او پس از بازگشت به فرانسه در سمینارهای کلود لوی استروس شرکت می جست و همچنین به عنوان دستیار با ریمون ارون همکاری می کرد. وی اندکی بعد مرکز جامعه شناسی اروپایی را تأسیس کرد و تا پایان عمر مدیریت آن را بر عهده داشت.